یه همچی روند دموکراتیکی در این کشور خب با چه وسعتی آمریکا دخالت کرد، انگلیس دخالت کرد، وقیحانه از یک طرف این انتخابات اینا حمایت کردند و این خیلی کار وقیحی بود. از اون بالاتر بعد که معلوم شد در یک جریان سیاسی یه اینو کودتایی هم انتخاباتی طراحی شده، یک کودتای مفتزه که در واقع لنگه یک نفاق دیگری بود، با تمام قوا از این پشتیبانی کردن. خب دیگه چیزی باقی نمونده. حالا هر کسی که در این کار غیرقانونی و خیانت و جنایت نسبت به این ملت شرکت کرد به اسم سبز و نمیدونم از این حرفا، حالا همه اینا شدن افرادی که با زیر چتر حقوق بشر قرار بگیرن. چرا باید حقوق بشر با براندازی و کودتا کنوتیت بشه؟ برای چی؟ چطور این امر به این خوبی فقط یک نهله کوچکی هر وقت با نظام بد شدن با اسلام بد شدن حقوق بشری میشن؟ چرا ماهای مسلمون پایبند به دین و نظام اسلامی هیچ وقت حقوق بشری به حساب نمیایم؟ چرا آخر؟ و من فکر میکنم این یک ظلم بزرگی به مسئله حقوق بشر. حرفه وکالت خودش تعریف داره. کسی که وکیل یه متهمی میشه، هر متهمی، این باید تو کوریدورهای دادگاه مرتب بره بیاد و حقوق متهمش رو دنبال کنه، نه اینکه از این پایتخت به اون پایتخت بره مصاحبه مطبوعاتی کنه. ما اصلا نفهمیدیم در تاریخ وکالت غربی یه همچین نمونه ای من ندیدم که طرف حتی یک بار متهم خود چه ندیده باشه ولی از این فرودگاه به اون فرودگاه مصاحبه مطبوعاتی میذاره. این پرکتیس که پرکتیس لا پرکتیس نیست، که هر جای دنیا برید این نیست، این یه تخلفه، این سوء استفاده است. حالا همین آدمایی که از حرفه وکالت سوء استفاده میکنن برند مدافع حقوق بشر بهش میزنن. بیچاره حقوق بشر، هر ننه قمری این تگ به خودش میزنه. خب این سیستم افتخارآمیزه در کشوری که در اینجا افراد با کودتا یا کشتن شاه قبلی به حکومت میرسیدن و اونقدر بودن که یا به شکل بیولوژیک از این دنیا برن یا اینکه که دیگه اینا رو بکشن. 30 سال است که ما یه نظام دموکراسی داریم و این نظام بر اساس عقلانیت اسلامی ما داریم چرخه.